آقای حسام رضایی یک ماه پیش حوالی عصر وقتی داشته از محل کارش به سمت خونه برمیگشته سر خروجی اتوبان ستاری با یک ماشین سواری تصادف میکنه. تصادفی که به جر و بحث با راننده و دو نفر از سرنشینهای ماشین ختم میشه. آقای رضایی معتقده که این تصادف ساختگی بوده. حالا آقای رضایی از این سه نفر شکایت کرده که با ایجاد تصادف ساختگی قصد مطالبه خسارت و کلاهبرداری از اونو داشتن، اما هیچ کدوم از این سه نفر این ادعا رو قبول ندارن. قیام کنید. سلام آجا. سلام. روزتون بخیر. بفرم. آقای رضایی؟ بله. حسام رضایی درسته؟ بله درست. شکایت کردی از این آقایون بابت کلاهبرداری و اخاذی. بله درست. مدعی هستی که با ایجاد تصادف ساختگی میخواستن از شما اخاذی کنن. بله دقیقا درست. خب اسمت چیه؟ ده دفعه که سوالی نمیپرسم. یه بار تو آگاهی میپرسید، یه بار تو کلانتری میپرسید، همون که اونجا نوشته. همه هم که اشتباه گفتی دیگه. الو اسمت چیه؟ آقا میگم اونجا نوشته اسفامیل که آقا من بازی نمی کنی شما که. بعدش هم این دستمند رو نمیخوای باز کنی از بعد بپرسی این حرفا رو؟ باز کن دستشو. همونجا هم وایسا. هر بدن ازم باز میکنم. باز کن دیگه اینو. شما بگو اسمتو. آقا. باجی بلند صحبت نمی کنم. ایوز. ایوز چی؟ ایوز مرادی. ایوز مرادی. شما؟ فرزاد جلالی. فرزاد جلالی. چی شد؟ اسمت چیه؟ آقا میگم اونجا اسمم نوشته، شما هی دوباره شروع کردی میگی اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ اونجا نوشته پدرام سالکی. همونه دیگه، پدرام سالکی. پس غلام کیه؟ من غلامم ولی بچه‌ها پدرام صدا میکنن. نه، اسم شناسنامه ای چیه؟ آقا اسم شناسنامه من جلوی شماست دیگه. الان غلام، پدرام. نه، اسم شناسنامه ای غلام سالکیه. معروف به کی؟ غلام زرنگ. درسته؟ چرا بهت میگن زرنگ بودم که الان اینجا نبودم؟ زرنگم نیستی. ما زرنگ‌تر از تو بودیم که تو الان اینجایی. آفرین، خوب گفتی. غلام سالکی. چرا توی پاسکو گفتی امین عزیزی؟ من گفتم امین عزیزی؟ اظهاراتت اینجاست. نمیدونم، شاید هول شدم اون لحظه. آدم هول میشه دیگه. دفعه اولش وقتی باشه بره کلانتری بگیرنش هول میشه. هول شما هول نمیشی بری؟ اینجا ما ازت اثر انگشت گرفتیم. خب؟ دیگه نتونستی دروغ بگی. بعدم سابقه داری.
الان دنبال چی هستی شما قاضی؟ دزدی ضبط و باند خودرو کردی برادر من. من ماشین خودم ضبط و باند نداره، شما میگی دزدی ضبط و باند کردی. بابا بالای 16-17 مورد اینجا سابقه داری، شما دیگه داری شلوغش میکنی. الان من سوالم از شما اینه که ایشون الان شاکیه منه یا من شاکیه ایشونم؟ ایشون زده ماشین ما رو داغون کرده، شما ما رو دستمند بسته بعدش دوردی اینجا دیگه. خیلی خوب، الان من به توضیح میدم. توضیح بدیم ما مشخص بشه بفهمیم. خب عجله نکن، من صبرم زیاده غلام. 6 ماه برای گرفتن تو صبر کردم. برای گرفتن من؟ حالا بهت میگم. شما هر موقع میگفتید من خودم میومدم، باکی ندارم. تو الان ماهی رو هر وقت ازو بگیری تازه است برادر من. فرق نمیکنه. بگو قصه رو، توضیح بده. آیه قاضیه چند روز پیش بود، من از محل کارم داشتم برمیگشتم منزل. محل کارتون کجاست؟ میدونه ونکه. خب بعد سر خروجی اتوبان ستاری یه پژو جلیکس مشکی یه جورایی اصلا اومد سمت من، اصلا انگار چسبید به من و یه تقی به ماشین من زد. کی پشت فرمون بود؟ این آقا. همین غلام؟ بله آقای. خب سالکی. خب بعد چی شد؟ بعد هیچی دیگه، من خورد به ماشین بشیم. منو تو برو بشین فعلا. مجبور شدیم که وایستیم دوتایی، یعنی من جلوتر ایشون هم عقب‌تر. خب که بعدش هم دوتایی پیاده شدن با اون آقا، اومدن سمت من، داد و بیداد و این آقا داد میزد، آی ماشینم بدون رنگ بود، داغونش کردی، نمیدونم از قیمتش افتاد. آقا ماشین اوف نداره وقتی تصادف کنه. شلوغکاری دیگه، این شلوغکاری های ساختگی شما باید تشخیص بدی یا شما آقای قاضی. آقای قاضی خودش تشخیص میده. هر کی تصادف کرد تو خیابون مقصر بود، باید بگه تصادف ساختگی بود. آره شما راست میگی. من با شما صحبت نکردم، دارم آقای قاضی صحبت میکنم. داره میگه آقای قاضی. احترامش سفیدتو میارم میگیرم. بله بله. دست نزن به من. آقا چرا شما اینجوری نگاه میکنی به من؟ انگار متهم گرفتی. ادامه بده؟ بله. بعد و داد و بیداد و اون آقا به اصطلاح خواست اینو آرومش کنه، گفت برو بشین تو ماشین. آه. و خیلی زرگری. آره دیگه. برو بشین تو ماشین و مشخصه مثلا با یه آدم محترمی طرفیم و من یه جوری حلش میکنم، تو برو بشین تو ماشین و اشتباه داره میگه آقای قاضی. آره مثلا حرف نزدن. اینو برد نشون تو ماشین، بعدم برگشت و دقیقاً رفت سر اصل مطلب، قشنگ واضح. ببین گفت این داداش من دیوونه است. دیوونه خودتی، حرف دهنتو بفهم. آقا قاضی چرا هر چه دانش در میاد میگه شما چی نمیگی؟ دست نزن واشخور. چطور گفت داداشم؟ در چی گفت؟ آقای قاضی اینا یه استدایی دارن بین خودشون، دیدین دیگه استدا میکن داداشی داداشی داداش. آقا اون به خودمون ربط داره. حالا به خودتون ربطش بشه، اصلا به من ربطی نداره. بابا داداشی میده رفته به این گفته دیوونه است دیگه. چرا داداشی من غلط کرده همچی جمله گفته؟ حالا غلط کرده دیگه، حالا خودتون میدونین مشکل خودتونه، بین هم حلش کنید. بعدش هم که خب؟ این چون ماشینش داغون شده و اعصابش هم خورده و اینا، شما بیا کوتاه بیا ببخشش به بزرگی خودت. الان پلیس هم بیاد که اصلا فایده نرزی، زیر 5 تومن خسارتش نمیشه. یه دو تومن بده من بهش بدم قاله قضیه رو. آقای قاضی من اصلا نگفتم دو تومن. آره بده من کی گفتم پول بده به ما؟ دقیقاً گفت دو تومن بده من راضیش میکنم. هم آقا بود. آقا تو هم دادی دو تومنو؟ نه بایدم میدادم، عمرم بدم من همچین دو تومنو. برای چی بعد میدادم وقتی شما با قصه؟ حالا اجازه بده. آقای قاضی ما اصلا نگفتیم دو تومن بده. آقای قاضی بعدش هم که من گفتم که گفتش هم نره به بزرگی خودت ببخش وایستا، اون آقای مرادی اولش من شک کردم، اون یعنی دروغ نگم یه زنم ترسیدم، گفتم ببین نداره. من چون مشابه اینو تو برادر یکی از همکاران براش پیش اومده و تعریف کرده و تو ذهنم یهو اومد، گفتم ببین نداره اصلا من مقصرم، ببین نداره قبول میکنم، ولی وای میستیم پلیس میاد تشخیص بده هر کی مقصره، من تهونشو میدم. خب یه ذره جا خوردن که گفتم پلیس بیا. آره اول قبول نمیکه، زیر بار نمیرفتن. میگم بعد... زنگ زدی پلیس؟ نه نه نه، من اصلا وقت تلفن زدن نداشتم، انقدر دورم کرده بودن که اصلا وقت دروغ میگه. من آره من همه رو دروغ میگم شما. ما اصلا گفتیم بریم، این آقا میگه وایسید پلیس بیاد پلیس بیاد، ما اصلا دیدیم آقا قاطی اعصابش خورده. آره قاطی هم چون بشین تو ماشین برو، ما فرار کردیم، ما از قید خسارت گذشتیم. آقا قاضی اصلا ما متوجه اومدن اصلا پلیس رو دیدن آقا قاضی، واسه در برن که پلیس رسید. آقا کجا میتونستیم در بریم تو اون ترافیک اتوبان؟ اصلا اینقدر ترافیک نمیدونید میتونستیم تکون بخوریم تو ماشین. پلیس راهنمایی رانندگی رسیده بود. دیگه بعد از 6 ماه آقای زرنگ بدشانسی آورده. آقا زرنگ کیه شما؟ چرا گیر دادی به ما شما؟ دیگه بهت میگن زرنگ دیگه. اگه با ما مشکل داری بگو شما. نه مشکلی من بتونم. چون الان ما تیپمون خوب نیست مثل ایشون، ما مشکل داریم شما دیگه. حالا شاید اون بنده خدایی هم که اون بلا سرش اومده، گفتی برادر خانومت بوده؟ کی بوده؟ برادر یکی از همکارام بود. حالا شاید از بله. امروز مشکلش حل بشه. دقیقاً. احتمالاً همینا بودن. خیلی خوب.
جعفر فیلمو بذار، عکس ها رو بذار. خب آقای غلام، آقای ایوز، این یه تصادف ساختگیه. آدم های تو عکس رو ببینین، ببینین میشناسینشون؟ نه نمیشناسن. نه ایوز نمیشناسین. این سه نفر شما نیستین. عکس بعدی رو بذار. نمیشناسم اینو، یه بار گفتم دیگه. خب گفتم شاید تو این عکس بشناسی. نه آقا نمیشناسم اینو. اینم نمیشناسم. اینم نمیشناسم. داداش دوقلو که نداری؟ من داداش دوقلو ندارم. ما 12 تا بچه ایم، همه متفاوت. بسیارم عالی. خیلی هم خوب. یکی هم از یکی بهتر و گلتر، درسته؟ عکس بعدی رو بذار. این چطور؟ نه شما نیستی. دنبال چی میگردی آقای قاضی؟ ما دنبال این هستیم ببینیم آقا این تصادفای ساختگی که تو این 6 ماه اخیر اتفاق میفته کار کیه؟ ما میخوام اینو متوجه بشیم. اون به ما ربطی نداره. ما الان دارم میگم ایشون شاکی یا ما شاکی هستیم. ایشون ماشینشو زده به ما، با ما تصادف کرده، شما گیر دادیم، ما میگیم ما شاکی باید باشیم. در حال حاضر ایشون از شما شاکی، شما متهمی دیگه. ما هم داریم روند پرونده رو تعیین میکنیم. خیلی خوب. حالا اصلا منم کمک میکنم. جعفر خاموش کن تلویزیونو. چیکار کنم؟ بیا اینجا. بیا اونجا برش. آره. کاری نه، بیا بیا. میخوام باهات حرف بزنم. خب برای چی درخواست دیه دادید؟ ایشون پا شدن سگ گرگیشون رو ول کردن، اومده چه کار کرده؟ چه ما رو گرفت؟ سگگردانی جرم نیست. آقا سگگردانی کدومه جناب قاضی؟ این دوتا پا شدن اومدن خونه من دزدی. دز حق نداره بیا شکایت کنه؟ برخلاف ادعای این دو نفر، سگای من هم واکسن زدن، هم شناسنامه دارن. آره گواهینامه دارن، سجلدی دارن، ملی دارن، هر نوع بیمه ای که تو فکر کنی ندارن. من کد ملی هنوز ندارم. آقا سگاش هاری داشتن. مگه تو دکتری؟ تو وجودمه به تخصصشه. ایشون تخصصش سگه، شما تخصصش قاضیه. ایشون کمک کمک قاضیه. چرا پات میلنگه؟ شما انگار باورت نمیشه میگم زده ماشین ما رو ترکونده، پای منو ترکونده. آیه قاضی اصلا اون سمتی که خورده ایشون اون ور بود نشسته بود، اصلا سمت شما نبود. الان کسی با شما صحبت کرد؟ چرا میخندی حرف میزنی؟ حرفات خنده داره، کارات خنده داره عزیزم. غلام بیا. این یک پرونده تصادف ساختگی، درسته؟ مجدد. دو، آدرسش هم نگاه کن. سه، چهار، ادامه بدم؟ هست. 28 مورد اینجوری پرونده دارید. این 29 که اومده شکایت کرده. شما جفت میدی آقای قاضی، 28 کجا بود؟ پس چند تا بود؟ دو سه تا دیگه نهایتاً اگه بوده باشه. دو سه تاشو قبول داری؟ آخه شما میگی 28 تا پرونده. خیلی خوب، دو سه تاشو قبول داری؟ قبول داری دو سه تا رو؟ به چی نگاه میکنی؟ آخه شما هی میگی 28 تا پرونده. قبول داری یا نداری دو سه تا رو؟ ها؟ دنبال چی میگردی شما آقای قاضی؟ دنبال تو میگردم. 6 ماه دارم دنبالت میگردم. برو با سرجات ببینم. باش خوب شد. حرف میزنی تو. چی شد الان پات خوب شد؟ شما گفتی برو بشین، من میخواستم سرعت دادگاه گرفته نشه. این میز همه رو شفا میده. تو اولیش نیستی، آخریش هم نخواهی بود. متوجهی؟ قبل از این چیکار میکردی؟ بد کردم سری اومدم وایسادم اینجا. چیکار میکردی قبل از این؟ توی تراشکاری کار میکردم. تعدیل نیرو داشتن کردنم بیرون. بعد اومدی دستو کردی جیب مردم. آقا من دارم به شما میگم من تراشکاری کار میکردم. من آدم آبروداری ام، زن و بچه دارم. میگی دستو جیب مردم کردی؟ زن و بچه داری؟ 28 مورد پرونده تصادف ساختگی. قبل از اونم که کلی سوء سابقه داشتی دیگه. آقا من اصلا اطلاع نداشتم از این موضوع های قاضی. این همین آقای ایوز عوضی در اومد به من گفت که تو ماشین داری، بیا بشین پشت فرمون، یه کانون آبدار پیدا کردم. چی داری میگی؟ تو سر خودت حرف میزنی؟ چی داری میگی؟ من خودم داشتم حرف میزدم. اصلا این خوره بخواد حرف منو گوش بده. لات نشو بزن حرف بزنم. فاصله بگیر. در اومد من گفت بیا بشین پشت فرمون، تو پولتو بگی، کارت نباشه. منم که از هیچ چیز خبر نداشتم، گفتم باشه. دروغ داره میگی آقای قاضی، اصلا من این حرفا رو نزدم. خودت اینجا واسه من لات بزنی، حرف بزنم.
جدا با میستینا. غلام اینجا رو با محلتون اشتباه گرفتی. آخه هر چه دانش نمیاد میگه، شما که چی نمیگی، آقا میگه، این میگه. یه کاری باهات میکنم، مرغای آسمون با حالت گریه کنن ها. شما مشکل داری، تو با خودت مشکل داری، من با تو مشکل ندارم. رئیس کدومتون بود؟ ایشون. نقشه رو کی میکشید؟ من دارم میگم اصلا اعتراض نداشتم، ایشون. شما چی کار میکردی؟ بیا جلو ببینم. چرا دریوری میگی؟ من چی کار خودش پول میگرفتم مردم. خودش کارت جور میکرد. بیا جلو وایسا. شما چی کار میکردی؟ من کاری نبودم آقای قاضی. خب چی کار میکردی؟ بگو. پس برای چی همراهیشون میکردی؟ من فقط کارت جور میکردم برای اینا. چی کار میکردی؟ پولا رو هم خودش میگرفت آقای قاضی. نه آقای قاضی، چرت و پرت میگن اینا، حرف اینا رو قبول نکنید. آقای رضایی، ایشون اون روز بود یا نبود؟ بله ایشون بودن. مثل اینا میرفت میمد شلوغش میکرد. خب یه سناریوی بود که ستایی با هم بودن مشخص. میگه بودی که اتفاقی بودن. حالا مشخص چی بودی؟ اتفاقی بودی؟ حالا معلوم میشه. مذاکره کننده کی بوده؟ کی میرفته جلو صحبت میکرده؟ چرا حرف نمیزنی؟ کی بود؟ کی با اومد رو جلو باشه ما صحبت کرد؟ آقای مرادی بود. خب بگو. آقای مرادی. من فقط حرف زدم ختم به خیر شه، تموم شه بره. حرف زدم شر نشه وسط اتوبان. من نمیدونستم قراره بیام اینجا جواب پس بدم. بد کاری کردم. آقا من بد کاری کردم نذاشتم دعوا بشه. بد کاری کردم آقای قاضی. یه چیزام بده. همین فقط. فقط حرف زدی. همین نذاشی دعوا بشه. من دارم اصلا من به این حرفا نمیخورم. پیشنهاد 2 میلیون کی داد پس؟ آقا من نگفتم اصلا. خودش بود آقای قاضی. این یکی که فقط فوش میداد ولی اون اومد صحبت کرد. بابا تو چیکار من داری گیر دادی؟ اصلا من قیافم به فوش میخوره. اصلا از سابقت معلومه. آقای جلالی شما هم پا تو این قضیه گیره، میدونی که. توضیح بده من گوش کنم. آقای قاضی من کاری نبودم، من فقط کارت جور میکردم برای این. کارتو چجوری جور میکردی؟ والا به دوست آشنا میگفتم کارتم گم شده یا سوخته، حالا به هر نحوی بود کارتشون ازشون میگرفتی. بعد چیکار میکردی؟ بعد دیگه پولو واریز می‌کردیم به کارت ایشون. آره پولا همش میرفت تو حساب این غلام. من نگاه کن، پولا رو به کارت ایشون واریز می‌کردی. اصلا کارت ندارم، اصلا پولی به حساب واریز نمیشه. این خودش مشمردگی زده الان. خب آقای غلام چند مورد بوده خودت بگو. آقا من هی میگم پدرام، شما هی بگو غلام. چند مورد بوده؟ چی چند مورد بوده؟ تصادفای ساختگیتون. من میگم تصادف ساختگی نبوده، شما هی بگو تصادف ساختگی بوده. شما الان که گفتی خب دو سه موردش قبول کردی دیگه، مگه نگفتی دو سه موردش قبول کردن؟ ای بس چند مورد بوده تو بگو. به من نگاه کن، اونو نگاه نکن. چند مورد؟ یه حدود بگو. یادم نیست. یه حدود بگو. 5 تا. فرزاد تو میگی چند تا بوده؟ ببین فرزاد من نگاه کن، میخوای کمکت کنم یا نه؟ بله آقای قاضی. خدا پدرتو بیامرزه. چند مورد بوده؟ 20-25 بار. چی داری میگی 20-25 بار؟ من نمیفهم آقای قاضی، وقتی ایشون خودش داره میگه آقا من نهایتاً دو سه بار برای اینا کار جور کردم باشون اومدم، چجوری الان میگه 20-25 بار؟ تو رد دادی؟ رد چیه؟ حرف دهنتو بفهم. اون موقع که کارت گیر بود هی فرزاد خان فرزاد خان میکردی. تو کی فرزاد خان کارت... شدی؟ تو کی خان شدی؟ اگه من نبودم کی میخواست کارت برای جور بکنه؟ پولا رو میخواست تو برو بشی؟ تو بالا نمید دست من نزارا. تو الان میگفتی من هیچ کارم بعد شدی فرزاد خان یو؟ آقای قاضی داره پروبازی در میاره، مادر نزاییده کسی به من نگره. پولا رو خودش بابا بشین تو خودش میاره. پولا رو خودش میاره. پولا اینجا رو به جای دیگه آخه ببین کی داره ما میگه داره پر روی باز در میاری. خیلی خب حالا گوش کن تا بهت بگم. ببین بابا جون الان 28 موردش اینجا رو میزمنه، یه موردش هم که روبرون وایستده. ممکنه خیلی های دیگه همین بلا سرشون اومده باشه منتها شکایت نکرده باشن. من الان عکس شما سه نفر رو منتشر میکنم، خب تا اونایی هم که احتمالاً این بلا سرشون اومده بتونن بیان شکایت بکنن. آقا یعنی چی عکسش خالص؟ الان هم حکم راجع به شما صادر نمی‌کنم. گوش کن دارم صحبت می‌کنم. گوش کن دارم صحبت می‌کنم. میدونم دخترت هم خیلی حساسه ها؟ چیکار به دختر من داری شما؟ من همینجوری میگم بهت که بدونی فقط. مگه بهش نگفتی رفتم ماموریت؟
چیکار به دختر من داری شما؟ میگم مگه بهش نگفتی رفتم من؟ میگم شما چیکار به دختر من داری؟ دارم بده اطلاع میدم همین. دستا نسا. صداتو بیار پایین پیش حاجی. میدونه چیکار میکنی؟ بچه‌ست نمیفهمه که. میدونه چه جوری روزی میبری خونه؟ چیه غلام؟ خواهش رو نفهم آقا. من مجبورم عکستو منتشر بکنم. این دیگه خودت میدونی. آقا دختر بچه‌ست. اون موقعی که این کارا رو میکردی بعد فکر اینجاش هم میکردی. خودتو بذار جای من دو دقیقه. حالا. اون فهم میکنه باباش خیلی آدم حسابی الان. من فعلا حکم راجبتون نمیدم. شرفی این کارو نکن. حداقل 3.5 سال هر کدومتون حبس دارین. نزدیک به 1 میلیارد تومان باید رد مال بکنین. بیشترین مبلغ کلاهبرداریتون هم به ازای همون باید جزای نقدی پرداخت بکنید. آقا بازی من به خدا هیچ کاری بودم. این پول رو جابجا می‌کردی پول می‌گرفتم الان کنی. این میزد به ماشین مردم اصلا هیچ کاری بودم فقط حرف زدم خدمه بخیش آقا دعوا نشه وسط اتوبان. چی اعتراض من هیچ کاری بودم. که در این حیات قبول ندارم. من حکم ندادم. آقا بازی فعلا بازی نکردم. آقا بازی من کاری نبودم. شما خواهش فقط راهنماییتون کردم. راهنمایی چی آقا؟ من دارم شما خواهش می‌کنم. چه خواهشی میکنی؟ من دختر دارم اون نفهم. نه دیگه من که نمیخوام برم با دخترت صحبت بکنم بهش بگم. ولی من موظفم عکس تو رو منتشر بکنم. آقا میگم هر کاری میخوای بکنی بکن. عکس رو منتشر نکن. تو سر تا سر شهر این کارو کردی. داد نزن. یه لحظه گوش به حرفا بده. داد نزن اینجا. صداتو بیار پایین. عکس رو منتشر نکن. بیار پایین صداتو. آقا گوش به اشکاری نداریم. آقا مزه من آقا میگم هر کاری میخوای بکنی بکن 10 سال میرم تو خودم میدونم چی بهش بگم شما عکس رو منتشر نکن چرا وایسیدی های سر آقا خواسته بی جاییه تو دیگه رسته بکن عرف کن دختر خودت دیگه آقای قاضی دارم ازت خواهش میکنم میگم هر کاری میخوای بکنی بکن ولی عکس رو منتشر نکن اشیفیه آقای قاضی ما ایش کاره بودیم آقای قاضی ما ایش کاره بودیم به قرآن ببین من نمیفهمی دو دقیقه رفتار را کشت بذار حرف ها بزنم حرکت کن بذار حرف ها بزنم آقای قاضی من یه دونه دختر دارم و داره دنیا ازت خواهش دارم میکنم ازت خواهش میکنم اون نفهمه چیز دیگه ازت نمیخوام هر حکمی میخوای ببری ببر آقای قاضی به خدا من اشکاره بودم اینا فقط این کارها رو میکردن هرکش بردم میام دیگه دو ساکت برون بر